سلام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم بعد تمامی بیننده های عزیز، خوش آمدید به مسابقه IQ. رویا نادری مهمان خانه شما عزیزان هست. با سه اشتراک کننده شما با ما همراه باشیم و بیننده برنامه دلخواه خودتان. خوب است که با اشتراک کننده عزیز ما بیشتر آشنا شیم. شما را خوش آمدید میگم، وقت شما بخیر. بخیر باشید. خوش باشید. مشکل خودتان شما معرفی کنید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت کسانی که ما را از طریق شبکه جهانی شما فعلا بیننده هستند. نوید الله هستم، یک تن از اشتراک کننده های برنامه IQ. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا. امید الله پوپل هستم، یکی از اشتراک کننده های برنامه IQ. منم خداوند توانا احمد راشد هستم، یکی از اشتراک کننده های برنامه IQ. خوش آمدید راشد، خودتان با IQ. هر سه اشتراک کننده عزیز ما را بازم خوش آمدید میگم به مسابقه IQ. خدا کنه کاملا آماده باشن، امتیازهای خوبی به دست بیارن و امید یک شعار داشت برای ما. امید شعار چی بود؟ شعار ما؟ بله. امید از چند لحظه که با ما هستین خوش بگذره. امید است که چند لحظه‌ای با امید هستیم، برای ما خوش بگذره. بلکن. شما هم بیننده مسابقه IQ باشید و ببینید که در بین سه اشتراک کننده ما کدامشان برنده مسابقه میشن. در نخست سوال عمومی از شما داشته باشم. آخرین لشکرکشی احمدشاه بابا به هندوستان چه نام داشت؟ پانیپت. چی؟ پانیپت. پانیپت. جواب درست است دیگه؟ مطمئن هستی؟ مطمئن است. راشد جوابی که بر ما دادی کاملا درست است و راشد شانس اول مسابقه ما هست. میریم به طرف سی گزینه و اولین انتخاب راشد. راشد، سی گزینه در اختیار خودت هست، انتخاب کن یکی از اینا را. گزینه هفت. اولین انتخاب راشد، میبینیم. اشیا. قبول کردم و میخواین تشخیص بدن. در ظرف 30 ثانیه که خودت وقت داری راشد، برام بگو نام این شی چی است. اتو است. اتوی سابقه که زغال دامنش میفتاد. بخاطر اتو کردن لباس ها. پس امی جواب قطعی چی میشه؟ اتوی قدیمی گفتم میتونی؟ اتوی زغالی. زغالی یا اتوی قدیمی؟ اتوی زغالی. بله. ببینیم نتیجه را راشد. ببینیم. نتیجه را میبینیم. آیا تشخیص راشد درست بوده یا که خیر؟ بسیار عالی راشد. جواب درست برام دادی و شانس در انتخاب اولت همراه دیاری کرده و خود صاحب امتیاز شده. امتیاز راشد هم میبینیم که چقدر امتیاز کسب کرده. 1000 امتیاز، تبریکت باشه. میریم به طرف نوید، ببینیم انتخابش از بین گزینه ها کدام یکی است. نوید انتخاب کن. شماره 11. گزینه 11 را انتخاب میکنه نوید. شخصیت های مطرح نظامی افغانستان. قبول. نام شخصیت مطرح نظامی چی است؟ این طرف بی نوید. یک تن از جنرالان مطرح افغانستان. برحال هستند؟ بله، معاون پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان هم بودند. اسمشان چی است نوید؟ فکر کشاید باید بیاد. نتیجه متاسفانه ثانیه ها تمام شد و نوید نتانه جواب درست بر ما داشته باشند. والی فاریاب هم هستند. اسمشان جنرال همایون فوزی. بله. متاسفانه نوید نتانه تشخیص درستی بر ما داشته باشند و هیچ امتیازی بدست نور. میریم به طرف امید که امید است در برنامه که همراه ما هست اشراک کرده بر ما خوش بگذره. گزینه ها. شماره 22. 22 را انتخاب بکنم. میبینیم. افغانستان شناسی. قبول. در ظرف 30 ثانیه که وقت داری بر ما بگو اینجا کجا هست. قصر پغمان. قصر پغمان. بله. در کدام ولایت هست؟ در ولایت کابل پغمان. در ولایت کابل. بله. قصر پغمان. بله. رفتی اینجا؟ آه زیاد رفتیم. اما منظورت ولسوالی پغمان دیگه؟ بله، ولسوالی پغمان. خب ما میبینیم نتیجه را. تشخیص امید درست است یا خیر؟ بسیار عالی امید، جواب خودم درست بود و تانسته تشخیص درست برای ما داشته باشی. البته ما در بین سی گزینه که برای اشتراک کننده ما انتخاب میکنیم گزینه آسان هم داریم که ما میتونیم مثال بزنیم، انتخابی که راشد داشت یا خودت داشتی یا گزینه که خود نوید انتخاب کرد، اینا گزینه بودن که شما شاید بارها در اونجا رفته باشین و با شخصیت ها رو دیده باشین، ولی که به خودتان برمیگره که چگونه میتونین جواب بدین. امید جواب درست برای ما تانست داده و امیدم امتیاز بدست آورد. میبینیم امتیازش. تبریکت باشه امید، 1000 امتیاز. تشکر. میریم به طرف راشد که 1000 امتیاز کسب کرده. در حال حاضر انتخابش کدام گزینه است؟ راشد انتخاب کن. گزینه 19. گزینه 19. پرچم کشورهای جهان. قبول.
پرچم کدام کشور اسرار شد؟ حدس بزن. کشور بلغاری هست؟ نیست. کشور اسلامی است خوب؟ نام بگیر؟ عراق. نه. یکی دیگه؟ ایران. ثانیه تمام شد راشد. نتیجه؟ پرچم کشور یمن بود که متاسفانه راشد خودت جواب داده نتونستی و اینجا به ضرر تمام شد. 1000 امتیازی که عدس دادی میبینیم چه بلای سرش آمد. صفر شدی راشد متاسفانه. برگشت به خانه اول. یک اشتباه شما مرتکب از این میشه که خانه‌ای که به نام شما ثبت شده او دوباره صفر شود. پس نهایت تلاش را بکنید تا که امتیاز را بتونید حفظ کنید و از دست ندید. میریم به طرف گزینه‌های باقی مانده و انتخاب نوید. نوید انتخاب کن یکی از گزینه‌ها. شماره یک. گزینه یک. می‌بینیم یک چی است. شخصیت‌های سیاسی افغانستان. قبول. الا دادنی نیستن تا که تشخیص ندید. نه خوب میفهمم نقطه ضعف مرا. نام شخصیت سیاسی چی است نوید؟ مشکل داریست که با همه از اینا آشنایی داره و نامشان رو نمیفهمید. نماینده دولت افغانستان در سازمان ملل متحد هم میباشند. اسمشان رو برام بگی نوید. یک چیز خوب بگو. متاسفانه نمیفهمید. ثانیه تمام شد و نتیجه متاسفانه نوید این دفعه هم شانس همراهش یاری نکرد و نتونه جواب درستی برام داشته باشه. محمود سیقل نام از این شخصیت سیاسی. نامش مقبول است. بسیار مقبول است. نه خودش هم خوب چلگک داشت. بسیار. نماینده مردم کشور ما در سازمان ملل هست که خود متاسفانه نوید نتونست جواب درست برام داشته باشی و این دفعه همیشه امتیازی به دست نآوردی. نوید صفر بود، صفر هم باقی ماند. میریم به طرف گزینه ها و انتخاب امید ببینیم کدام یکی است. شماره ده. چند؟ دهم. گزینه ده را امید انتخاب کرد. شما با ما همراه باشیم. بعد از وقفه بر میگردیم و در بخش دوم میبینیم که در پشت گزینه ده چی میتونه باشه. بخش دوم مسابقه IQ هست و سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. امید گزینه ده را انتخاب کرده بود. خوب است با هم ببینیم. ورزشکاران جهان. قبول یا رد امید؟ قبول. قبول کردن. نام ورزشکار چی است امید؟ گلفوز آمریکایی هم از خوب؟ والا متاسفانه دیگه گلف قدر خوشم ندارم، بازی هم نکردیم، معلومات زیاد ندارم. در تورهای زیادی هم اشتراک کرده، 38 بارم برنده شده. نشناختم. نشناختی امید؟ ای که نشناختی به ضرر تمام میشه. ما را غرض نیست. باش کس از فوتبال میامن. متاسفانه امید این دفعه شانس هم را شیر نکرد و نتونه جواب درست بر ما داشته باشه. نامی ورزشکار آمریکایی فیل میکلسون. فیل میکلسون. همون بلایی که راشد سر امتیاز خود آورده بود، همون بلا خود سر امتیاز تا آوردی، ولی من نمیخواستم خود صفر شه، ولی متاسفانه. بازم میبینیم امتیاز امیده. امید ناامید نشید. صفر شده امید. خیر است، بازم به طرف خودت میریم، میتونی شانس بعدی تا هم. توکل به خداوند. گزینه ها و انتخاب راشد. گزینه شماره 5. 5 را انتخاب میکنن. میبینیم شخصیت های مطرح جهان. قبول. یکی مطرح است باید بشناسی. نام شخصیت مطرح چی است راشد؟ رئیس جمهور پیشین کشور کره جنوبی. چی شد راشد؟ نشد. نشد. از ما شما نمیشه؟ از امی حالی جواب دادی که من نمیتونم. خب بول ثانی ها تمام شد. میبینی نام شخصیت مطرح رئیس جمهور پیشین کشور کره جنوبی پارک گونهه. بله راشد، نتونستی جواب درست برام داشته باشی. نامش هم مقدرم سخت نبود، خب خیر است دیگه. یاد بگیر، باز دفعه بعد به دردت میخورم. حتما.
راشد هیچ امتیازی نداشت و هیچ امتیازی هم همین لحظه به دست نورد. صفر بود، صفر باقی ماند. حال میریم به طرف گزینه ها و انتخاب نوید. یه بار یک شماره جفت انتخاب میکنیم، ببینیم سیاست پشت ما اعلام میکنه. شماره چهار. برو بریم ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنی. ورزشکاران افغانستان. قبول. نام ورزشکار چی است؟ اسلام الدین امیری. کی؟ اسلام الدین امیری. اسلام الدین امیری. در کدام رشته ورزشی هستن؟ فوتبال. فوتبال. در زمین فوتبال چی کار انجام میدن؟ در زمین فوتبال دفاع. دفاع هستن. دفاع. چرا خیر غلیظ تلفظ کردی؟ به خاطر که دفاع بسیار ثقیل است. گرنگ است؟ بله. نوید میگه نام ورزشکار اسلام الدین امیری هست. ما هم میبینیم نتیجه را آیا تشخیصش درست بوده یا که خیر. بسیار عالی نوید، این دفعه شما سمرو دیاری کرد و تانسی جاز درست بر ما داشته باشی و نام ورزشکار بر ما درست گفتی. افتخار خواهد. طرفدار فوتبال زیاد هستی یا دیگر شده ورزشی؟ بله خودم فوتبالیست هم هستم، ورزشهای دیگه هم در پاریش میکنم، طرفدار فوتبال هستم. بله. در زمین فوتبال چه نقشی را خود انجام میدی؟ زیادتر فعلا فوتسال میکنیم، آزاد هستیم، خود منطقه مرکز میدان وظیفه ما است. بسیار عالی. امتیاز بعد از سوار نوید، میبینیم امتیازش. 1000 امتیاز، تبریکات باشه نوید. سلامت باشی. امید و گزینه های باقی مانده. شماره 8. 8. آوازخوان های مطرح افغانستان. قبول. نامی آوازخوان چی است امید؟ نجیب. کی؟ نزدیک شدی. نجیم. نجیم. بله. نجیم چی؟ نجیم. میبینیم نتیجه را. نجیم است. تخلص شو آقا. بسیار خوب امید. آیتیو همراهت کمک کرد ولی تو باید کامل میگفتی نجیم نوابی. نوابی بله. بله تخلص شو آدم رفته بید. خب خیر است. آیکیو همراه امید همکاری کرد و جوابشون را درست گرفت. امتیاز به دست آورد. تبریکش باشه. امتیازی که همین لحظه با هم می‌بینیم که چقدر به دست آورده. 1000 امتیاز به دست آوردی. تبریکت باشه. زنده باشه. می‌ریم به طرف راشد که تا حال 0 است در برنامه. انتخابش کدام گزینه است؟ گزینه 9. 9. می‌بینیم. پرچم کشورهای جهان. کابل. پرچم کدام کشور است؟ کره جنوبی. چی؟ کره جنوبی. جنوبی؟ بله. جنوبی؟ فکر کن راشد. پرچم کجا؟ کره شمالی شاید باشه. حالا جنوبی یا شمالی؟ شمالی. شمالی. نتیجه. بسیار عالی راشد. ما تاکید کردم اینو ببینیم کره جنوبی جنوبی چون همین نظر تعوض نمیگیره میگه بیا خیر است همین شمالی بگیم شاید همون درست باشه. راشد در ثانیه آخر جواب درست برام داد و امتیاز به دست آورد. تبریکش باشه. هم میبینیم امتیازش. 1000 امتیاز خودت هم به دست آوردی. فعلا وقفه کوتاه داریم برمیگردیم. خوش آمدید به بخش سوم مسابقه آیکیو. خدا کنه تا این لحظه در کنار ما برتان خوش گذشته باشه. هر سه اشتراک کننده ما 1000 امتیاز دارن. ای که در بخش سوم چی میکنن و کدامشان برنده مسابقه میشن میپردازیم به ادامه برنامه. حال گزینه ها و انتخابی که نوید میداشته باشه. شماره 16. گزینه 16 را انتخاب کردن. میبینیم. کارگردان های مطرح سینمای افغانستان. رد. رد میکنی؟ بله. ای گزینه را نوید رد میکنه. امید چی میگه؟ میخوای قبول کنی ای گزینه را جواب بدی یا دیگه انتخاب میخوای داشته باشی امید؟ کارگردان ها اگر میشناسی خب یه قبول کن، اگر نمیشناسی خب برو دیگه انتخاب داشته باشی. اختیار به دست خودت است. چی میگی؟ قبول. قبول؟ امید قبول میکنی ای گزینه را. میبینیم تصویر از کدام کارگردان است. نام کارگردان چی است امید؟ بصیر جان مجاهد. بصیر جان مجاهد. بله. زیاد دوستش داری جان گفتیش؟ آها خوشم میاد. زیاد دوستش داری؟ در این وقتا تمام... سخنگوی هم شدن بخیلم. کی شدن؟ بخیلم سخنگوی شدن. سخنگوی؟ بله. سخنگوی کجا؟ چی؟ یک روز در چینال تلویزیونی دیدمش سخنگوی میکرد از کدام والی بود بخیلم.
از بس که دوستش داره دیگه برنامه‌اش و سخنرانی‌اش رو تعقیب می‌کنی. بیا ببینیم نتیجه رو امید. بسیار عالی امید، جواب خود درست بود. نوید پشیمان شد از اینکه گزینه را رد کرد. اینا میکنه کارگردانی هم میکنه. خب خیر تقا کرده بودم، من فکرم نبود. هم کارگردان است و هم بازیگر بسیار مطرح که همه گی میشناسن و اکثریت هم دوستش دارن مثل امید. خوب است. امتیاز امید هم میبینیم. 2000 امتیاز بعد از سوال امید، تبریکات باشه. امتیاز بسیار خوبی هست، کوشش کن دیگه این را محفوظ نگه داری. با کوچکترین اشتباهی باز از دست ندی. توکل به خدا. میریم به طرف گزینه‌های باقی مانده و انتخاب راشد. گزینه 15. 15 انتخاب میکنن. میبینیم. رؤسای جمهور کشورهای جهان. قبول یا رد؟ قبول. نام رئیس جمهور چی است راشد؟ رئیس جمهور صربستان هم است. نمیتونم. هرچی فکر کردی ببینی که نمیشه دیگه. چریش آشنا نبود. دو ثانیه، یک ثانیه و نتیجه. متاسفانه راشد جواب درست بر ما داده نتانستی و این دفعه هم باش بعدم برد میگم که باز جگرخون نشی. سرجیو ماتالا رئیس جمهور کشور صربستان. امتیاز راشد هم میبینیم. 1000 امتیاز راشد از استادی و صفر شدیم متاسفانه. او هم در دقایق آخر برنامه. نوید و گزینه ها. انتخاب کن نوید. یک بارم رد کردی گزینه که انتخاب کردی، حالا حق رد کردن هم نداری، باید جواب بدی. شکر. 28. 28. شکر. نشان ملی کشورهای جهان. چهارانه ایست دیگه، قبول. بله. نشان ملی کدام کشور است؟ انگلند نیست؟ کجا؟ انگلند. نه. فکر کن بازم. همین هلند دیگه. نیست؟ من میگم نیست، تو میگم حالا. فرانسه؟ تو جواب دیگه بودی، هر کم جرست من میگم فرانسه؟ فرانسه هم نیست. کمی دیگه فکر کو. بریتانیا؟ بریتانیا هم نیست. نتیجه، ثانیه تمام شد. نشان ملی دنمارک بود. نوید. متاسفانه با نوید سه شانس دادیم و نتانست به جواب اصلی دسترسی پیدا کنه. نوید امتیازش رو میبینیم. 1000 امتیاز از دست داده نوید، خود هم صفر شدی. میریم به طرف امید که 2000 امتیاز داره و امتیاز بسیار خوبی هم تانسته تا این لحظه به دست بیاره. گزینه ها. 25. گزینه 25 رو انتخاب میکنه نوید. نوید نه، امید. هنرپیشه های سینمای جهان. قبول. نامی هنرپیشه چی است امید؟ یه هنرپیشه به خیال ایرانی هم هست. بله ایرانی است. تا اینجا را خوب آمدی؟ اسمش را برام بگو؟ اسم از ایره دیگه؟ بسیار معروف است، بسیار مطرح است. بله ها. در فیلم مشترک هند و ایران هم که است، به نام سلام بمبئی. دو هم. بله ها دیدیم، فیلمهاشو ندیدیم، نامش نفهمیدون نامش. نتیجه محمد رضا گلزار، نام از این هنرپیشه، هنرپیشه ایرانی که در اکثر فیلم هم کار کرده. بله و همیشه نقش اصلی هم داشتن. امید امتیازت هم ببینیم که چقدر ازش کم شد. از 2000 امتیاز 1000 امتیاز باقی ماند. گزینه ها و انتخاب راشد ببینیم کدام یکی است. انتخاب کن راشد. گزینه شماره سی. سی. میبینیم. افغانستان شناسی. قبول. اینجا کجا هست؟ اگر بخیر حد بزنی کدام ولایت هست؟ ولایت هرات هست، منارهای ایراد میگن، منار در خود شهر ایراد که منارها هست. ولایت هرات هست؟ ولایت هرات هست. این منارها را به نام چی یاد میگن؟ منار جام؟ شاید منار جام؟ منارهای مثل هرات هست. خب بیا نتیجه رو ببینیم راشد. بسیار عالی راشد، خودت تشخیص درست برای ما دادی و گفتی که در شهر هرات هست و جواب اصلی ما هم همون چیزی بود که ما از خودت میخواستیم و جواب برای ما دادی. امتیاز راشد 1000 امتیاز به دست آوردی، تبریکت باشه.
امیدم 1000 امتیاز داره و نوید متاسفانه صفر هست و هر دوی شما هم مساوی هستین. وقت برنامه ما هم تمام شد. بله وقت برنامه ما تمام شد و متاسفانه دیگه شانس به این نماند که نوید بره و دیگه انتخاب داشته باشه. حال راشدم 1000 امتیاز داره، امیدم 1000 امتیاز داره. شما موافق هستین نوید تصمیم بگیره کدومتون رو برنده بگین؟ چی میگی نوید، انتخاب میکنی؟ خب هر دوشان جوابی بسیار عالی دادن. فیصله مشکل است کمی، اما به خاطر ازی اگر عادلانه بگویم امید به خاطر که 2000 امتیاز گرفته بود تا 2000 رفته بود با نظر من ایران میکنم اینا نتیجه دست شما. امید برنده، هر دوش برنده هستن. راشد موافقی؟ امید برنده مسابقه ما هست. باش تبریک میگم و تشکر از حضورتان. سلامت باشین، وقت خوش بر عرصه تان. سپاس از شما بیننده های عزیز. همچنان بیننده برنامه های بعدی تلویزیون جهانی آریانا باشید. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خدا نگهدار.